یک گپ بسیار مهمی است که بسیاری از دوستا وقتی که درس ها را گوش می گیرن یا سیدی ها رو مشنون تو سوال برشان پیدا میشه که استاد شما امی عقیده کدام مذهبه درس میتین یک گپه یاد بگیرین و به با یادتان باش می میفاهمین عقیده قرآن و سنت و عقیده اهل سنت وقتی که گفته میشه اهل سنت کلمه سنت در عقیده در مقابل بدعت استعمال میشه اینال عقیده قرآن و سنت عقیده قرآن از شان است و آنچه که در احادیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمده است از این خاطر کسایی که به قرآن از شان و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعا یقین و باور دارن، وعقیده خد ازی گرفتن در مسئله عقیده هیچ بین فقهای اسلام اختلاف وجود نداره همی عقیده که ما میخوانیم ای عقیده رسول الله صلى اللهعلیه وسلم است همی عقیده رسولاکرم صوسلم عقیده ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی ابن ابی طالب رضی الله تالی عنهم اجمعین عقیده تمام صحابه کرام است عقیده تابعین اعام است عقیده تبع تابعین کرام است عقیده فقهای اسلام عقیده امام بزرگ امام ابو حنیفه رحمةالله علیهاس عقیده شاگردای از اونا امام محمد شیبانی امام زفر امام ابو یوسف رحمهم الله عقیده از اونا هماس عقیده امام شافعی عقیده امام مالک عقیده امام احمد بن حنبل عقیده امام اوزاعی عقیده داود ظاهری عقیده تمام فقهای اسلام و تمام دعوتگرای اسلام و موحدین اینمی عقیده است از این خاطر عقیده اسلامی که عقیده قرآن و سنت است الحمدلله کسانی که اهل سنت هستند و اهل قرآن و سنت هستند و عقیده خود از قرآن و سنت میگیرند در مسئله اعتقادی کلشان موحد هستند یک تا پرست هستند کلشان از قرآن عظیمشان و از احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلام عقیده خود گرفتند از این خاطر در مذاهب فقی اختلافات عقدی ندارن اعتقادی عقیده اختلاف ندارن اختلافاتی که پیدا شده در عقیده از مذاهب اعتقادی که به بدعت مبتلا هستند گروه های پیدا شد به نام قدریه و به نام جبریه و به نام معتزله و به نام خوارج اینی گروه های رنگ رنگ پیدا شدن که یه در تاریخ شما ببینین اونا اختلافات اعتقادی دارن اما عقیده مسلمان های واقعی که فقهای اسلام هستن مذاهب فقیه هستن تمام مذاهب فقهی یک عقیده دارن او عقیده قرآن عظیم و عقیده سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است